نتیجه تحقیقات جدید کوتاه و تکان دهنده. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که مصرف تریاک منجر به سرطان مثانه، سرطان حنجره و سرطان ریه میشه. همینطور احتمال ابتلا به سرطان‌های مری، معده و لوزالمعده رو هم بیشتر میکنه. این خبر باید نشئگی رو از سر مصرف کنندگان تریاک بپرونه که تعدادشون در ایران کم هم نیست. 40% تریاکی که در کل دنیا تولید میشه در ایران مصرف میشه. 40%. تریاک سوخته و شیره از چند طریق ممکن ایجاد سرطان بکنند. اولا بعد از حرارت دیدن و سوختن ترکیبات عالی شیمیایی تولید میکنند که باعث جهش سلولی میشه و سرطان زا هستند. دوما موادی که قاچاقچیان برای سنگین تر کردن تریاک بهش اضافه میکنند که شایع ترینش سربه، اونا هم خودشون سرطان زا هستند. مثلا در مورد سرطان مثانه، تریاک دریچه مثانه رو منقبض میکنه و خروج ادرار رو کندتر میکنه. بنابراین مواد سرطانزای تریاک مدت زمان طولانی تری در مثانه میمونن و این باعث بروز سرطان میشه. این نتایج تحقیقاتیه که دانشمندان و پزشکان جهان چند ده سالیه که دارن روش مطالعه میکنند. و چون ایران بزرگترین مصرف کننده تریاک در دنیاست، بیشتر این تحقیقات در این کشور انجام شده بود. چند مطالعه از سال 1353 زیر نظر سازمان بهداشت جهانی در ایران شروع شده بود. یک تحقیق در شیراز که در همون مراحل ابتدایی هم نشون داده بود که تریاک احتمال بروز سرطان مثانه رو در مردان شدیداً بالا میبره و یک تحقیق دیگه در شمال ایران که نشون داده بود تریاک احتمال ابتلا به سرطان مری رو زیادتر میکنه. اما انقلاب 57 نقطه پایانی بود بر این تحقیقات. 17 سال قبل دوباره یکی از بزرگترین پروژه‌های تحقیقاتی سرطانی در ایران رقم خورد. این مطالعه روی 50,000 نفر در استان گلستان انجام شد. این تحقیق با همکاری دانشمندان تراز اول از دانشگاه تهران، سازمان بهداشت جهانی، مؤسسه ملی تحقیقات آمریکا و دانشگاه کمبریج انجام شد. محققان این 50,000 شرکت کننده رو در طول سالیان مختلف مصرف تریاک، سیگار و تغذیهشون رو بررسی کردن و ازشون نمونه خون، ادرار، ناخون و مو گرفتند و در نهایت این به یکی از مؤثرترین تحقیقات در سرطان زا بودن مصرف تریاک منجر شد. بعضی ها میگن تفریحی دود میکنیم، بعضی ها میگن تریاک مسکن دردشونه. با هر منطق یا بهانه‌ای نتیجهش میتونه بیمارستان، شیمی درمانی و تمام گیر و گرفتاری های سرطان باشه. نازنین معتمدی، بی بی سی. دکتر فرین کمانگر مهمان برنامه ما هستند. دکتر کمانگر استاد دانشگاه مورگان در بالتیمور هستند و در نشست اخیر سازمان بهداشت جهانی ریاست بخش مطالعات انسانی نقش تریاک در سرطان رو بر عهده داشتن. آی دکتر کمانگر، اول می‌خواستم اینو ازتون بپرسم که خیلی‌ها میگن ما افرادی رو می‌شناسیم که سال‌ها تریاک مصرف می‌کنن ولی هیچیشون هم نیست. چطور میشه اینو توضیح داد؟ با سلام خدمت شما و بینندگانتون. مسئله احتمالات هستش. سیگار تریاک احتمال بسیار از چندین سرطان رو 3 برابر زیاد میکنه، ولی احتمال بیشتر به این معنی نیست که همه سرطان میگیرن. یک مثال روشن‌تری رو خدمتتون بگم. ما هممون میدونیم که اگر شخصی الکل زیادی مصرف کرده باشه و مواد مصرف کرده باشه، احتمال تصادفش خیلی میره بالا. ولی ما ممکنه ببینیم کسی رو که الکل زیادی مصرف کرده کاملا مست و سالم برسه به خونه و کسی هم که اصلا مست نیست یک بار تصادف بکنه. این معنیش این نیست که مست کردن ایجاد تصادف نمیکنه. میکنه. احتمال رو چندین برابر بیشتر میکنه. تریاک هم همینطوره. همینطوری که من خدمتتون میخوام عرض بکنم، 3 برابر احتمال چندین سرطان رو بیشتر میکنه و باز کسایی هستن که ممکنه تریاک نکشن و سرطان بگیرن و کسایی هستن که تریاک میشن و سرطان نمیگیرن، ولی احتمال رو قطعا خیلی بیشتر میکنه.
نوع مصرف فرقی ایجاد میکنه؟ میدونیم که بعضی ها دود میکنن، بعضی ها به اشکال دیگه اون رو مصرف میکنن. متاسفانه هم دود کردن تریاک، تدخینش، و هم خوردن تریاک ایجاد سرطان میکنه. مطالعات بسیار زیادی انجام شده و اونهایی که اومدن به تفکیک بررسی کردن دود کردن سیگار و خوردنش رو، نشون دادن که هر دو روش ایجاد سرطان میکنه. مشتقات دیگه تریاک مثل هروئین یا مورفین، اینها چه؟ هروئین و مورفین در مطالعات انسانی خیلی بررسی نشده، ولی خب هروئین اینقدر عوارض زیاد داره روی سلامت که اصلا عوارض زودرس و خیلی خیلی ناگواری داره که اصلا سیگارش، این که ایجاد سرطان در طول 20-30 سال میکنه، اهمیت خیلی کمتری داره. ولی مشتقات دیگه تریاک مثل شیره و سوخته بررسی شده و هم تریاک به صورت خام، هم شیره، هم سوخته، اینا ایجاد سرطان میکنن. بعضی از تریاک به عنوان مسکن استفاده میکنن در جاهایی که رسم هست، حتی در اون موارد چه؟ آیا خطر همچنان جدیه؟ خطر به هر حال هست. یعنی شما وقتی که سالها تریاک مصرف بکنه، این تریاک با مکانیزم‌های مختلفی که تو همین فیلمی که شما الان پخش کردید نشون داد، میتونه ایجاد سرطان بکنه، چه برای تسکین درد باشه چه به هر دلیل دیگه. گفته میشه که اگر کسی تریاک استفاده میکنه، معتاد هست حتی، ولی تغذیه سالمی داشته باشه، ممکنه که با بعضی از این عوارض مواجه نشه. تحقیقات شما چقدر این رو ثابت میکنه؟ عرضم به حضورتون که این درست نیست. این فقط تحقیقات من نیست، هم من ریاست بخش مطالعات انسانی جلسه ای رو که سازمان بهداشت جهانی اخیراً داشت بر عهده داشتم، ولی این مطالعاتی که ما بهش نگاه کردیم، مطالعاتی است که از قبل از اینکه من به دنیا بیام شروع شده. شاید 26 مطالعه انسانی وجود داشت که در طول 50 سال انجام شده. کار بسیار زیادی. من بازم میخوام تاکید کنم 50 سال روی شاید حدود 100,000 نفر مطالعه شده. و این وقتی این مطالعات اومدن به تفکیک بررسی کردن، دیدن در افراد فقیر ایجاد سرطان میکنه و در افراد غنی ایجاد سرطان میکنه. در کسایی که سیگار میکشن ایجاد سرطان میکنه و در کسایی که سیگار نمیکشن ایجاد سرطان میکنه. در زنها و در مردها، در اونایی تغذیه خوب داشتن و در اونایی تغذیه مناسب نداشتن، در روستایی و در شهری. بنابراین این قضیه درست نیست که اگر غذا خوب باشه تریاک ایجاد سرطان نمیکنه. در حالت ترک چه اتفاقی میفته؟ آیا خسارت هایی که استفاده از تریاک میزنه پایدار هست؟ مسلما ترک کردن سیگار، ترک کردن تریاک بهتر از ترک نکردنشه. و گرچه کسایی که به فرض بفرمایید اگر من 15 سال تریاک کشیده باشم و امروز ترکش کنم، میتونه بسیار هنوز مفید باشه. چرا؟ چون که اولا به مقدار تریاکی که من در عمرم میکشم اضافه نمیشه، هر چقدر مصرف طولانی تر و بیشتر بشه خطر سرطان میره بالا، و بعد از سالهای سال عدم مصرف اصلا اون خطر هم خودش به تدریج کاهش پیدا میکنه. بنابراین اگر کسی هست هنوز شروع نکرده، خواهش میکنم شروع نکنید. اگر مصرف میکنید و میتونید بذارید کنار، بذارید کنار. ولی خب در مواردی هم هست که کاملا قابل درکی که به این آسونی نیست کنار گذاشتنش. بسیار ممنونم از دکتر فرین کمانگر، استاد دانشگاه مورگان در بالتیمور.